صبح زیباتون بخیر، خوش آمدین و خوشبختان هم مهمانجار هستیم. حالا هم میخواییم مهمان عزیز ما رو به معرفی بگیریم، بفرما شما. بله، خوشبختان با جناب یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و در مورد آغاز لیگ برتر افغانستان با حمایت از دولت صحبت های خیلی خوب را با جناب کارگر می داشته باشه. پس شما هم ما را همراه باشین تا پایان این بخش. سلام صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز محترم تلویزیون خورشید و همچنان برنامه زیبا صبح خورشید. سلامت باشید. ممنون از شما آقای کارگر، خیلی خرسند هستیم از اینکه شما را با خود داریم. خب می‌خوایم بیشتر صحبت ها رو در مورد آغاز لیگ برتر افغانستان با حمایت از دولت بشنویم از شما و همچنان پرسش‌های زیادی هست که اینکه در کرونا چی کارهایی را انجام دادین و مسابقات چقدر به تعویق رفتید. در ابتدا می‌خوایم در این مورد بشنویم. تشکر از دعوت شما. لیگ برتر فوتبال افغانستان یکی از دستاوردهای بزرگ در عرصه فوتبال بود که لیگ تانسته بود در سر تا سر افغانستان این مسابقات همه ساله دایر کنه، که امسال سال نوم لیگ برتر افغانستان نسبت ویروس کرونا نتانستیم به مو وقت و زمانش دایر کنیم و همچنان حمایت مالی که از طرف ریاست دولت به خصوص از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری این مسابقات با همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ این مسابقات ما خود ما آغاز میکنیم و خوشبختانه بگوییم که تصمیمی را که دولت در ایجاد مسابقات دور نهم لیگ برتر ما گرفتن با امانگی وزارت اطلاعات فرهنگ است و شما بهتر معلوم است که خود ورزش جزء از فرهنگ یک جامعه یک کتله یک قشر تشکیل میتن که ما میتونیم که با وزارت اطلاعات فرهنگ پیام های بسیار مثبت پیام های بسیار ملی را از این طریق مسابقات لیگ برتر ما نشر کنیم و همچنان این مسابقات ما در دو بخش دوام میکنه. ویروس کرونا باعث شد که ما نمیتونیم امو میارهایی که در سطح لیگ برتر بود امو زمان را ما طی کنیم. ما با یک مدت زمان کوتاهی این مسابقات خود بخیر در 24 سپتامبر آغاز میکنیم انشالله. جناب کارگر، با برگزاری لیگ برتر از حضور بانوان بر ما بگوین که آیا بانوان حضور دارد در اشتهای مختلفی یا خیر؟ بله، یکی لیگ فوتبال خود ولایت کابل است که بانوان اسم مسابقاتش آغاز شده با گرفتن مجوز قانونی از وزارت محترم صحت عامه. ما مطابق به مو دستورالعملایی که از طرف وزارت صحت عامه و همچنان دستورالعملایی که از طرف فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا که در ایجاد مسابقات مراعات کنند به خاطر ویروس کرونا، ما لیگ بانوان کابل خود آغاز کردیم و در پالی از او ما لیگ سرتاسری بانوان ولایت افغانستان بر لیگ برتر دادیم. ولایاتی که تیمای بانوانشان آماده هستند مسابقات لیگ داخلی خود در خود ولایت خود انجام میده و قهرمان و یا تیم میتونه منتخبشان بیاین کابل بخیر. همون قسمی که لیگ برتر پسران آغاز میشد همزمان ما لیگ برتر بانوانم آغاز میکنیم. خیلی خوب. خب آقای کارگر، میخوایم دوباره دستی بشنویم که در قرنطین مکمل تمام کارهایتان استاپ بود یا تا حدی توانستین بعضی پلان هایی که داشتین امور انجام بدین؟ چون لیگ خو طبیعی است که در تاریخ خودش نتونست برگزارش، حالا میتونن که مسابقات زیاد داشته باشن. مسابقات اولایات چیگونه است و چیگونه برگزار میشه؟ از شما بشنویم. تشکر. ویروس کرونا یک کتله بزرگ جهان متضرر ساخت، انسان ها را متضرر ساخت، اقتصاد جهان متضرر ساخت. بدبختانه بگوییم ویروس کرونا از هر جایی که آمد بسیار بد آمد که ساحه ورزش هم نیز متضرر ساخته. ما نتانستیم که تیمای ملی ما مسابقاتی که در سطح بین المللی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 که در قطر دایر میشه و مسابقات آسیایی 2023 که در چین دایر میشه، ما نتانستیم او مسابقات مقدماتی خودک سه بازی تیم ملی ما مانده بود نسبت همی آمدن ویروس کرونا انجام بتیم و در سطح مسابقات داخلی ما که ما متضرر شدیم. ما افغانستان با او پیمانی وسیع بزرگ ورزشکارا
برای ما امکانات ندارد که تمرینات قدرت بدنی و فیزیکی و یای خود هم امکانات در خانه یا فامیلای خود داشته باشد پیش برند و یک تعداد فوتبالیست های ما افت کردند پایین آمدند و ما زمانی که برای ما وزارت صحت عامه مجوز قانونی را اجازه دادند نیاز به یک سلسله تمرینات دارند که اونا دوباره از لحاظ قدرت بدنی فیزیکی تکنیکی و تاکتیکی اینا آماده شوند ما با می زمان بندی ما تیمای خود در ولایات تیمایی که هست که بیشتر اشاره کردین چه قسم انتخاب شدن مسابقاتشان اما سالا دوجه جریان پیدا میکرد که تیم منتخب زون لیگ انتخاب میشد کابل میامد نسبت از ویروس کرونا و محدودیت زمان آل تیمایی که سال قبلی ثبت و راجستر برای فدراسیون فوتبال افغانستان هستند و ثبت و راجستر برای لیگ برتر هستند اونا همون تیما می آید با تفاوت از این که پلیرهایی که مصدوم هستند یا خارج از کشور هستند در سال گذشته ثبت بودند ایواز از اون میتونه جوانایی را که در خود ولایاتشان است از اون استفاده کنند بیاین به خیر کابل لیگ آغاز کنند بسیار خوب و از آغاز برگزاری لیگ برتر البته با همکاری دولت میایم در قسمت امکانات از شما میشنویم جناب کارگر صاحب که از گذشته ها تا حالا چگونه بود و بعد از اینکه با همکاری دولت لیگ برتر برگزار میشه با چی وضعیت هست امکانات اگر از گذشته ها ما صحبت بر عرصه فدراسیون فوتبال داشته باشیم و نتایج و دستاوردهایی را که داشته باشیم این یک بسیار زمانگیر است که ما در کجا بودیم در کجا هستیم و می خواهیم در کجا بریم فدراسیون فوتبال افغانستان کوتاه بگوییم هیچ چیز وجود نداشته تا بالاخره به سطح قهرمانی مسابقات جنوب آسیا رسید که شما شاهد بودین ما کپ هم همینجا ما آوردیم وقت من مربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودم و لیگ برتر یکی از پروژه های خوب فوتبال افغانستان بود که تقریبا 2012 این اساس گذاشته شد که ما یک لیگ سرتاسری ولایت افغانستان داشته باشیم کی لیگ بعد از گذشت دو سال لیگ از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا که اف سی میگیم و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا این لیگ به رسمیت شناخته شد لیگ ما هنوز مراحل قانونی شد که بازی های خود رفت و برگشت کنه او مراحل به او مراحل خود نرسیده سال دهمش است امسال نهم است سال دهم بعد از سال دهم ما بازی های رفت و برگشت می داشته باشیم بازی های رفت و برگشت نیاز به یک بودجه بسیار قوی دارد که دو سال است که دولت ما را حمایت میکنه سال گذشته تیم وزارت محترم مالیه از طریق وزارت محترم مالیه لیگ حمایت شد و امسال هم از طرف ریاست جمهوری و ممنیت اول ریاست جمهوری این لیگ حمایت شد با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ این یک تاثیر به خصوص سر روند رشد و فوتبال افغانستان داره و خواهش ما از تمام سکتورهای خصوصی کمتون که در سالهای گذشته از اینه بزرگ را که سکتورهای خصوصی در قبال لیگ داشتن امسال هم بگیرن ای که با بتانیم یک کمک و حمایت برای ورزشکارا هم داشته باشه بسیار خوب آقای کارگر میخواییم در مورد از این بشنویم که حالت روحی بعضی از ورزشکاران عزیز چگونه است چون قرنطین تاثیرات منفی خود گذاشت اگر خواهی نخواهی بالای همه این تاثیرات بود چون ما هیچگاه آماده هم چیز نبودیم ولی این که به یک بارگی آمد تبعیض همگی را متضرر ساخت خب در مورد از این از شما میشنویم و ایره هم میشنویم با آینده ها چی پلان های روی دست دارین که میخواین از این کرده هم زیادتر و بهتر رشد کنه فدراسیون فوتبال از حالت روحی و روانی واقعا تاثیرات خاص خود سر پلیرها داشتن و همیشه به تشویش بودن یک ورزشکاری که در سطح میادین ملی و در سطح انتظار از ایره داشت که خارج بره برای مسابقات بین المللی خود بسیار از لحاظ روحی سرش تاثیر داشتن اما مجبور بودیم که قسمی که شما اشاره کردیم ای آمد دیگه توی را دفتن ای که آمد توی را چاره نبود در ای سطح جهانی بودن ما تاثیرات بسیار منفی داشتیم
و آلیوم برای آینده ما آمادگی خاص خود گرفتیم. خود آغاز مسابقات، آغاز تمرینات تیمای ملی ما و آغاز مسابقات ولایتی ما این ما را امیدوار می سازد که ما برای سال 2020 مسابقات که در سطح بین المللی بازی های خارجی داشتیم کلش استاپ هستند. اما مسابقات ما چی در فوتسال است، چی به عنوان است و چی در سطح تیمای ملی ماست، این مسابقات ما برای سال 2021 معول شده. ما به خیر آمادگی زمان داریم که برای 2021 به خیر اگر ویروس کرونا رو به کاهش میشه و به خیر ای از افغانستان برداشته میشه، ما میتونیم که دستاوردهای خوب برای آینده فوتبال و تیمای ملی ما داشته باشیم. انشاءالله. بسیار خوب. و همچنان از علاقمندی شان، از علاقمندی دختر خانم ها بانوان که چقدر به رشته دلچسپی دارن، چقدر با شوق علاقه کار میکنن تا بتونن که همیشه افتخار آوردن بر افغانستان از هر آدرسی که بودن در هر بخش از ورزش و چقدر دوست دارن که تلاش کنن. یک چیزی را که باید براتون بگویم، نه تنها خانم ها، استعدادی که در وجود مردم افغانستان است، در کشورهایی که ما رفتیم ایران میمونند که ای از کجا شد با زمان کوتاه تیمشان رشد کرد آمد قهرمان شدن میرن، نه تنها در عرصه ورزش، در عرصه فرهنگی سیاسی، در هر عرصه استعداد بسیار زیاد در افغانستان است. ما برسه بانوان ما او امکانات را که کشورهای منطقه همسایه و کشورهای خارجی داره، ما شاید 5% یا 10% از او امکانات برای تیمای ملی بانوان خود ما مهیا کرده نتونیم، اما باز هم استعداد همی بانوان هستند که اونا به رقابت های ملی میرن، گرچه که با یک تفاوت بسیار مسابقات را مخلوب شدن باختن، اما میرن با کویت، تیم ملی کویت سه مسابقه را سال گذشته مساوی شد. این جای جالب است که کویت بیبی امکاناتش سرمایهش بیبی و تیم بانوان افغانستان امروز از او مسابقه را مساوی میزنه. به این باور هستیم که ما استعداد در افغانستان است، اگر امکانات ما برای بانوان اضافه میشه ما امکانات خود در سطح منطقه برای بانوان حداقل 50% از زور ما امکاناتش برایشان مهیا کرده بتونیم، در میادین بین المللی حتما نتایج خوبه برای کشور خود می داشته باشه. انشاءالله. ممنون از شما، همیشه موفق باشین آقای کارگر، از اینکه تشریف آوردین و حرفی اگر باقی هست مشنیم از شما. تشکر از شما، شما لطف کردین. امیدوار هستیم که ما بتونیم که ویروس کرونا پایان بیاییم، ما بتونیم در اون برنامه هایی که داریم و ورزشکارهایی که انتظار برای مسابقات خارجی دارن اونا هم آمادگی خود بگیرن سال 2021 و همچنان حمایت دولت تشکری میکنیم، امیدوار هستیم که حمایتشون دائمی باشه. شما سلامت باشین با امید موفقیت هرچی بیشتر. ممنونتون. حالا هم یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین.